داستان راه و بیراه. در روزگاران قدیم مرد راست و درستی بود که مردم به او راه می گفتند. راه روزی از روزها هوای سفر به سرش زد. اسب راهواری خرید، تهی و تدارکش را دید و بار و بندیلش را در خورجین گذاشت و خورجین را ترک اسب بست و از دروازه شهر بیرون زد که چند سباهی برود جهانگردی کند. یک میدان آن طرفتر دید یک سوار دیگر هم دارد می رود. خودش را به او رساند و بعد از سلام و حال و احوال معلوم شد که او هم مسافر است. راه خوشحال شد که همسفری پیدا کرده و سختی راه برایش آسان می شود. کمی که جلوتر رفتند راه از همسفرش پرسید اسم شریفت چیست؟ مرد جواب داد بیراه. راه گفت این دیگر چه جور اسمی است؟ مرد گفت من چه کار کنم؟ این اسمی است که بابا و ننه هم رویم گذاشتند. راه خیلی تعجب کرد اما دیگر چیزی نگفت. بیراه گفت این از اسم ما، حالا تو بگو اسمت چیست؟ راه گفت اسم من راه است. راه و بیراه همینطور رفتند تا به چشمه ای رسیدند که درخت پرسایه‌ای کنارش بود. نگاه کردند، دیدن سایه برگشته و فهمیدن ظهر شده. راه گفت اینجا جایی با صفایی است، خوب از پیاده شویم و ناهاری بخوریم. بیراه گفت چه عیبی دارد؟ بعد پیاده شدند. بیراه گفت ما که حالا حالاها شریک و رفیق راه هستیم، تو سفره‌ات را باز کن، هر چه هست با هم بخوریم، هر وقت هم مال تو تمام شد آن وقت نوبت غذای من باشد. راه گفت خیلی هم خوب است، ما که با همین حرف ها را نداریم. و سفره نانش را باز کرد و قمقمه‌اش را گذاشت وسط. چند روزی که گذشت ته و توی سفره راه در آمد و نوبت به بیراه رسید که مرد و مردانه سفره‌اش را جلوی رفیق راهش باز کند و هر چه دارد با او بخورد. اما بیراه این کار را نکرد. روز اول وقت نهار از اسبش پیاده شد و بدون هیچ تعارفی رفت گوشه‌ای، پشتش را به راه کرد و غذایش را خورد. راه دو روز صبر کرد و به روی خودش نیاورد. آخر سر از گشنگی بی‌طاقت شد و گفت رفیق، قرارمان این نبود. بیراه گفت هر چه حسابش را کردم، دیدم اگر تو را شریک آب و نان خودم بکنم، آذوقه‌ام زودتر تمام می شود و گرسنه می مانم. راه دلتنگ شد. گفت حالا که اینجور است، من دیگر آبم با تو به یک جو نمی رود. و راهش را کج کرد به یک طرف دیگر و از بیراه جدا شد. رفت و رفت تا دم غروب به آسیابی رسید. اسبش را در علف‌ها رها کرد و خورجین را برداشت و داخل آسیاب شد که شب در آنجا راحت بخوابد. به این طرف و آن طرف نگاه کرد و دید گوشه آسیاب یک جای پستو مانندی هست که تخت سنگی جلویش گذاشتند. از بغل تخت سنگ رفت تو، خورجینش را گذاشت زیر سرش و خوابید. نیمه های شب از صدای خشخش از خواب پرید و دید ای دل غافل، یک شیر، یک پلنگ، یک گرگ و یک روباه داخل آسیاب شدند. شیر گفت رفقا، بوی آدمیزاد می آید. پلنگ گفت پرت و پلا نگو، آدمیزاد جرأت ندارد اینجا پا بگذارد. گرگ گفت آمدن به این جور جاها دل می خواهد. روباه گفت آدمیزاد عقل دارد، جایی نمی خوابد که آب زیرش برود. مطمئن باشید غیر از ما کسی اینجا نیست و می توانیم راحت حرفهای ما را بزنیم. شیر گفت رفقا، هر کس چیز تازه‌ای می داند تعریف کند. پلنگ گفت بر روی پشت بام همین آسیاب یک جفت موش لانه دارند. لانه آنها پر از اشرفی است. شبها وقتی هوا خوب تاریک می شود، اشرفی ها را از درون لانهشان در می آورند، روی زمین پهن می کنند و تا کله سحر روی آنها غلط می زنند. بعد آنها را درون لانهشان می برند. گرگ گفت دختر پادشاه دیوانه شده. پادشاه گفته هر کس بتواند این دختر را درمان کند، نصف دارایی و دخترش را به او می دهد.
اما تا حالا هیچ حکیمی نتوانسته دوای دردش را پیدا کند. شیر پرسید: دوای دردش چیست؟ گرگ جواب داد: نیم فرسخ بالاتر از اینجا چوپانی زندگی می کند که سگ زبر و زرنگی دارد و این سگ را خیلی دوست دارد. مغز سر این سگ دوای درد آن دختر است. حرف گرگ که تمام شد، روباه گفت: در یک فرسخی این آسیاب خرابه ای است که یک موقع قصر پادشاهان قدیم بوده. در این خرابه 7 خم خسروی طلا و جواهر زیر خاک است و کسی از وجود آن خبر ندارد. حرفهایشان که تمام شد، کمی استراحت کردند و از آسیاب بیرون رفتند. راه بعد از رفتن آنها از پشت سنگ بیرون آمد. روی پشت بام آسیاب رفت و دید بله، موشها زمین را با اشرفی فرش کردند و دارن روی آنها غلط می زنند. راه سنگی برداشت، پرت کرد طرف موشها و آنها را فراری داد و همه اشرفی ها را جمع کرد و درون خورجی نشریخت و صبح زود به سراغ چوپان رفت. نیم فرسخی که راه رفت، همانطور که گرگ گفته بود، دید چوپانی آنجاست و سگی دارد که از گلش مواظبت می کند. جلو رفت، حال و احوال کرد و گفت: عمو جان، این سگ را می فروشی؟ چوپان گفت: نه. راه پرسید: چرا؟ چوپان جواب داد: این سگ رفیق با وفا و انیس و مونس من است و از گله و چادرم محافظت می کند، مگر عقلم را از دست دادم که آن را بفروشم؟ راه گفت: بیا و آن را به من بفروش، در عوض پول خوبی به تو می دهم که هر کاری می توانی با آن بکنی. چوپان اسم پول را که شنید دست و پایش شل شد. گفت: مثلا چقدر می خواهی بدهی؟ راه گفت: خودت بگو. چوپان گفت: 50 اشرفی. راه گفت: می دهم. و چوپان گفت: فروختم. راه 50 اشرفی به چوپان داد و قلاده سگ را گرفت و به طرف شهر روانه شد. وقتی به شهر رسید، دید همه قصه دارند. راه از مردی پرسید: چرا اینجا همه رفتن در لاک خودشان و اینقدر سردرگریبانند؟ مرد گفت: الان چند روز از دختر پادشاه دیوانه شده و هر کاری می کند خوب نمی شود. شاه هم حکم کرده مردم قصه دار بشوند. راه پرسید: چرا برایش حکیم نمی آورند؟ مرد جواب داد: خدا پدرت را بیامرزد، کجای کاری؟ دیگر در این شهر حکیم پیدا نمی شود. راه گفت: چطور؟ مرد جواب داد: برای اینکه دانه به دانه حکیم ها را آوردن بالای سر این دختر و چون نتوانستن او را درمان کنند، پادشاه داد سرشان را بریدند. راه گفت: قصر پادشاه را به من نشان بده تا بروم دخترش را درمان کنم. مرد گفت: به نظرم میخواهی مادرت را به اعضای خودت بنشان. راه گفت: به این کارها چه کار داری؟ نشانی قصر را بده. مرد نشانی را داد و راه رفت و به دربان باشه قصر پادشاه گفت: برو به پادشاه بگو حکیمی که میتواند دخترت را درمان کند آمده. دربان باشی به پادشاه خبر رسان. و پادشاه راه را به حضور خواست و گفت: اگر دخترم را درمان کنی، دختر و نصف داراییم مال تو، اگر نه، جانت مال من. راه گفت: حکم قبله عالم را قبول دارم. و رفت و دختر را دید و گفت حمام را گرم کنن و یک کاسه شیر گاو هم بیاورن. بعد سگ را کشت، مغز سرش را در آورد و آن را خوب با شیر قاطی کرد و به سر دختر مالید. هنوز کارش تمام نشده بود که دختر یواش یواش حالش جا آمد و گفت: ای وای، خاک عالم، این مرد غریبه اینجا چه کار می کند؟ راه خوشحال شد و رفت به پادشاه گفت: قربانت گردم، مشتلق بده که دخترت خوب شد. پادشاه خوشحال شد و حکم کرد بساط عروسی راه و دخترش را به راه انداختن. 7 شبانه روز شهر را آیین بستند و شب 7 دست دخترش را گرفت و گذاشت در دست راه و چون پسر نداشت، او را جانشین خودش کرد.
فردای آن روز راه رفت سراغ گنجهایی که روباه در مورد آنها صحبت کرده بود و آنها را از زیر خاک در آورد. بعد همانجا عمارت قشنگی ساخت و کوه و کمر زیبای اطرافش را هم شکارگاه خودش کرد. یک روز راه با چند تا از غلامهایش مشغول شکار بود که دید سواری به طرفش می آید. خوب که نگاه کرد دید رفیقش بیراه است. وقتی به هم رسیدند بیراه خیلی تعجب کرد. دید حال روز رفیقش زمین تا آسمان فرق کرده. خیلی سرحال آمده، بر اسب زین و برگ طلا نشسته، لباس زربافت پوشیده، چکمه ساغری پا کرده و 20 قدم دورتر از او 10 غلام زرین کمر سوار بر اسب پشت سرش صف بستند. بیراه گفت: رفیق، بد نگذرد، این دم و دستگاه را از کجا به هم زدی؟ راه به تفصیل همه چیز را برای او تعریف کرد. بیراه این حرفا را که شنید نزدی بود از حسادت بترکد. زود خداحافظی کرد و راه افتاد به سمت آسیاب و تنگ غروب به آنجا رسید و یک راست رفت در همان جایی که راه قبلا خوابیده بود پناه گرفت. از قضا آن شب هم حیوانات قرار داشتند به آسیاب بیایند و با هم صحبت کنند. نیمه های شب بیراه دید بله، سر و کله شیر، پلنگ، گرگ و روباه پیدا شد. شیر تا پایش را درون آسیاب گذاشت، گفت: رفقا، باز هم بوی آدمیزاد می آید. پلنگ گفت: نقدن این خبر را بشنوید تا بعد. امروز آن دوتا موشی را دیدم که روی پشت بام این آسیاب لانه دارند. حال روزشان خیلی بد بود. خوب که پرسجو کردم، معلوم شد یکی رفته با سنگ زده ناکارشان کرده و اشرفی هایشان را هم برداشته. گرگ گفت: خیلی عجیب است. مدت سگ چوبان غیبش زده. حتما یکی او را کشته و مغزش را درآورده. روباه گفت: حالا این را بشنوید. آن خرابه‌ای را که گفتم 7 خم خسروی طلا و جواهر دارد، هنوز 10 روز نشده یک عمارت روی ساختند به چه قشنگی. شیر گفت: معلوم می شود آدمی زادی اینجا بوده و حرفهای ما را شنیده. الان هم بوی آدمی زاد می آید. روباه پا شد. این بر آن بر سر کشید و داد زد: رفقا، پیدایش کردم. و بیراه را که داشت از ترس قبض روح می شد از پشت تخت سنگ بیرون کشید. شیر و پلنگ و گرگ هم روی او پریدند، تکه پاره اش کردند و هر کدام یک تکهش را خوردند. این بود عاقبت بیراه و سرگذشت راه. اگر از این داستان لذت بردید ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. کانال رو که سابسکرایب کردید در کامنت ها برامون بنویسید من سابسکرایب کردم. روشن کردن زنگوله یادتون نره. سپاس بیکران که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودین.